بهروز کسی با ما زنگ نزد. ماماتی بیا در زنگ زده بود. همرایتون جا یک خانه را پیدا کردن. حرکت کن. و فکر نمی کنم کدام اشتباهی کرده باشم. پولاد براتون آوردم و همین سبب شد ما کسی را که در عقب این کار بود پیدا کنیم. فقط که نمی فهمیدیم. اگه او را به گپ آورده میتونستی باز می فهمیدیم. این موضوع بسته شد. او باشه را به امنیت تسلیم کنن. هالپر، تو برو زفر دستگیر کن. بچشم رئیس صاحب. ای کار دیگه تکرار نشه ورال. ای را فراموش نکو که رئیس اینجا ما هستم. یه آدم قانه نمیشه. ما چیزی که از دست میامد انجام دادم. باقیش مربوط تو میشه. ای آدم چی کار میکنه؟ رئیس اداره مبارزه با فساد است. یعنی که مامور دولت است. بله. وعده خلافی نکده که دوستیم. کارهای دولتی مربوط تو است و کارهای آخرت مربوط ما. یه آدم هر قدر که دهی پوز باقی بانه باز کار زمین سر برا نمیشه. دوستیم تا وقتی که یه آدم به یه دولت کار میکنه مربوط ما نمیشه. آدم ها را انتخاب کده کار میکنی؟ دوستم اگه ما هر کسی را از بین ببرم پس تو چی کار میکنی؟ کشتن خو یک طرف بان. ما تا سونی مامور دولت سلام نمیکنم. هر کس وظیفه خود انجام بده. واقعا بسیار متاسف هستم آقا. اما متاسف هستم کمال. تو کارایی را میکنی که من از تو هیچگاه توقعش نداشتم. هرچی که میگه نقبه جانه بستین. از این بابت شما را دیگه جگرخون نمیسازم. فقط یک فرصت دیگه به ما بتین. اگه تو به جای من میبودی باز چی میکنی؟ نمیبخشیدم. کمال من اجاره بسیار دوست دارم. اگه یک بار دیگه او را جگرخون بسازی باز از دندان تسبیح خود ساختم. میخوای مسئولیت بنداره را به تو بتم. بچه لایقی هستی میفهمم. تشکر میکنم آقا. از این بعد به کارهای خود مصروف باش. تا مدته که اجرا کل چیز فراموش کنه. تشکر میکنم. من کمالا هیچ وقت نخود بخشیدم. چرا طلاق نمیگیری ایجا؟ پدرم اجازه نمیده. خب معلوم دار از قندم. اگه به خاطر کار عروسی کنی باز مجبور هستی وقت طلاق از رئیس اجازه بگیری. دیگه دی باره گپ نزنی نصابم خراب میشه. تو بگو دی روزا چی میکنی؟ چی کنم؟ کار میکنم دیگه. ما تمام زندگی خدا با کار محدود ساختیم.
و حالی کار محسوسان به نظرم بد معلوم میشه. من از امی خاطری کار محسوسه را قبول نمی کدم. من کوشش میکنم که همیشه برای خود کار کنم. در ضمن نمیخوایم که 24 ساعت تحت فشار کار باشم. در بیرون چیزایی وجود داره که ما و شما تا هنوز ندیدیم. مقصدت از کشتن انسان هست؟ طبعا که هر انسان یک روز نی یک روز میمره، اما هیچ کس خدا میخوای خدا در آغوش مرگ بندازه. میفهمین؟ در زمانهای سابق جنگای تن و تن وجود داشت. او جنگا بسیار عادلانه بود. فکر کنین به خاطر یک زن دو مرد بین هم می جنگیدن. فوا، تو به خاطر یک زن میتونی مرگ قبول کنی؟ اگه این سوال شش ماه قبل میپرسیدی میگفتم نه. حتی میگفتم که تو دیوانه شدی. اما حاله شرایط کاملا فرق کرده. ما حاضر هستم که فوت باز شروع نکو دیگه. غلط فکر نکو آهو. راستش دیروز همه قسم فکر میکردم، اما امروز ما یک احساس متفاوت دارم. احساس که به ما جسارت میده. میشه که سر اصل موضوع بریم؟ به خاطر موسسه چی باید بکنیم؟ آهو، اول باید از پولاد خود دور بسازی. بیاز اومد اگم روی کار نمی کنم. اما میشه بگی که چوری سال کدی؟ قندم، تو هم بسیار عجیب استی. هم میخوایی که امرای ما کار کنی و هم میخوایی که عاشق یک جنایت کار باشی. هرچند که مثال قسم اشخاص کم نیست، اما چی گپ بود رئیس؟ کدام گپ نبود ماماتی؟ خوب است، خوب شد بخیر گذشت. تا اونجای اوزا چه قسم است؟ او مریض تا به میجا تعقیب کردیم. همراهش یک نفر دگان بود. کس دگه خونه آمده؟ تا حال کس نامده. میبخشین آقایان، میفهمم که نباید بین شما گپ بزنم، اما ما که دیدم در داخل فقط دو نفر بود، دیگه کسی اونجا نبود. آقا حسنو، شما چی وقت داخل دیدین؟ با بهانه وضو کردن رفتم دیدم. معذرت میخوام. تشکر آقا حسنو. آقا تونجا یکم بلانسه بخواین و مریض انتقال بتین. ماماتی، ما تو داخل میریم. درست است رئیس. حالا دیگه با خود جرات میتین که آدم بفروشه؟ این همراهیو چی کردین؟ گرداشت چی کردین؟ مورو کجاست؟ با خدا نمیفهمم، من بیگناستم، من فقط به یادم کمک کردم. انتقالات صورت میگیره، مورو دموجی است. انتقالات چی؟ انتقالات انسان. مورو چرا خودش به خاطر این کار میره؟ یک بار شما کارون افشا کردین، از او خاطر خودش کارش پیش میبره. دروغ نگو. بیادر در اونجی یک کسی است که گردش به کسی دیگه بسیار ضرور است. با کی؟ نمیفهمم بیادر. انتقالات در کجا صورت میگیره؟ مجبور بودم، اگر نه تامر مرام در گیر میداد. ما به شما گفته بودم اما گوش نکدین. از امی خاطر یک نفر ما از بین رفت. آل نوبت کی از ورال؟ از ما؟ هر قسمه که باشه حسابی کار خود گرفت. بالاخره یک راه خود پیدا شد. اما کشتن پولاد علمدار فعلا هیچ مشکل ما را حل نمی کنه. پس میگی که چی کار کنیم؟ اگه تو پولاد علمدار بکشی، مماتی امرای توافق میکنه؟ او را میکشم. پس کی امرای باقی میمونه عبدالله؟ یک گروه نو میسازم.
بعد از اینکه تو پولاده بکشی، نه مماتی امرایت موافقت میکنه و نه یک گروه نو میتونی بسازی. فهمیده چی گفتم عبدالعی؟ پس چه کنم مورال؟ فقط بشین تماشا کنم؟ نه، ما شرایطش ایجاد میکنیم. مماتی از مردن نجات پیدا میکنه و پولاد به خاطر انتقام گرفتن مماتی میمره و تو قاتل پولاد از بین میبری و همه قسم مسئولیت تشکیلات با عهده میگیری. اینجا یک کم امن به نظر میرسه. همی که اوضاع بهتر شد یک جای دیگه میریم. ادا وقت مناسب از اونجا برآمدیم. ازی به بعد من برای جوانا میباشم. وظیفه خدا پیدا کردی. این بیچاره را به بینی خود رساندی. تعلیمات فکریشان تکمیل است، اما تمرینات فیزیکیشان ناقص است. مشکل نیست. اورال تعریف شما را بسیار میکنم. زنده باشی. بار اول است که ملاقات میکنیم، اما از یکی دیگه ما خوشم آمدم. در بار اول یک کمی کشدگی بین ما رخ داد، اما امی که گب زدیم دیدیم کم نظر هستیم. خود دیگه جوان هم یک قسم هستن، اول از هم قار میشن، بعد هم رای هم دوست میشن. خوش شده میرن بیادر، باز خود دیدیم. مام خوش شدم. بیادر کدام امر داری؟ امر نی، خواهش دارم با کارتان ادامه بدین. متوجه جوانا باشین. بچشون بیادر. از جون بیادر خوشم می آید. آدم خوب معلوم می شد. اما آدم خوب است و هم بسیار فهمیده است. ما می خواهیم تو را همراه یک کس معرفی کنم. از او خوشت خود آمد. کی؟ راستشو در رفاقت بسیار پابند است، اما در مسائل مملکتی یک آدم بسیار جدی است. جمیل، خوش آمدی بیادر. چی می نوشی؟ گنول آمده یا نی؟ گنول کی هست؟ گپ زیاد نزن، برو چای بیار. آرام باش. اما هستم، من آرام باش. چطور هستین گنول خانم؟ خوب هستم آقا حکمت، شما چطور هستین؟ خوب هستم. میشه یک گلاس چای با هم بنوشیم؟ حتما، بفرمایید. معذرت میخوام، بفرمایید. ما بوره نمیخوام. میفهمم. شما در این نزدیکی زندگی میکنین؟ قدر دور نیست، اما
خوش دارم پیاده روی کنم. چی کار میکنین؟ شما چی کار میکنین؟ یه ترمیم کار هستم. ترمیمگاه چی داره؟ طبعا که دل ترمیم نمیکنم. تلویزیون، رادیو، یعنی بعضی وسایل برقی رو ترمیم میکنم. چقدر خوب. ما بیشتر در خراب کردن مهارت دارم. مشکلی نیست. از این به بعد شما یک ترمیم کار بیچار ماهر هم میشناسین. دکان ما در مینی زیکی هست. ما در همین منطقه بزرگ شدیم. اما شما را هیچ وقت ندیدیم. ما هم شما را ندیدیم. یک سوال کده میتونم؟ بفرمایید. اما گپای خوب خوب گفتن نمیتونم. نه لطفا اتو نگوین. چی کنم دیگه؟ راستش مده مسائل سیاسی کشور بسیار عادت کدیم. من مشکلی ندارم اگه میخواین در این مورد گپ بزنیم. درباره سیاست چی فکر میکنین؟ گفتنش بسیار آسان است. هر کس میخواد در مورد سیاست گپ بزنه، اما ای که عاقبتش چی میشه خدا میفهمه. بخیر باشه. ای قسم نمیشه. چی قسم؟ من میخواییم که با شما ملاقات کنم. ما خواه هر روز با هم ملاقات میکنم. نه یه قسم نی، به صورت جدی. شاید که مرا دیوانه بگوین، اما شما تنها کسی نیستین که گپ میگین. لقبم دیوانه است. مرا حکمت دیوانه گفتم اشناسن. چرا؟ شاید به خاطر گپایی که باید آخر میگفتم دوال گفتم. با او خاطر امی خواهیم که با شما به صورت جدی گپ بزنم. اما شما مرا نمیشناسین. ببینیم. من گپایی که دیگران میگن باور ندارم. میگن که باید یک دیگه خود ببینیم. ای که ذوقای ما میخوانه یا نی. کی کدام آهنگ دوست داره؟ کی کدام کتاب دوست داره؟ اگر در زندگیتون کسی نیست میخوام تمام عمر با شما سپری کنم. لقبتان مناسبتان است. به اجازه تان آقا حکمت. از این چایم بسیار تشکر. به چیزایی که گفتم فکر کنید. من هر روز در اینجا منتظر شما می باشم. امروز کجا بودی عبدالحی؟ کار داشتم. چی کار داشتی عبدالحی جان؟ در کار دخالت نکارهان. راست میگی، کار ما فقط تماشا کردن است. معذرت میخوایم که شما را ناراحت ساختم آقا. بله، اوضاع چطور است؟ دلاری یک چند نفر جا به جا کنین.
هر کسی که میمره بمره با ما چی در قصه شان نیستم. فهمیدید که چی گفتم؟ ما با جز از کشتن پولاد علمدار چیز دیگره نمیخوایم. فهمیدی؟ حالا چی کنیم رئیس؟ صبر میکنیم ماماتی. یک بار از بین این کانتینر افراد مسلح برای ماماتی، این کار ما به خاطر نجات و انسان ارزش نداره؟ ارزش داره. به خاطر نجات و انسان تمامی به شرف را باید بکشیم. ماماتی، دنیای تو فرق میکنه. توی تلاشی
نداری ناکلشون تو ریست هستن. حالا فامیدی ماموتی داخل بیا. کدام مشکل است آقا؟ آلپر در مکانه که زفر بود و باش میکده کسی را پیدا نکده. شاید ناوقت رسیده باشه. همی که ما در اوجه رسیده زفر تمام وسایل خودمان در رفته بود، مثل که کسی به او خبر داده باشه. با خاطر رفتن بسیار عجله داشته. منظور چیست؟ اول گفتی که در داخل میلی باس با هم جا بجا شده، اما زمانی که من رفتم دیدم با مدام ساخته بودن و همراه زفر مقابل شدم. باز گفتی که او زفر چند جوان را با هم یک جا ساخته، میخواه که اونا را گمراه بسازه، اما ای بارم کسی نبود. باز از من میپرسی که منظورت چی است؟ حتما وقت رفتن به احتیاطی کردی، شاید تعقیبت کرده باشن و تو هم هیچ فکرت نشده باشه و امروز هم رفتی زفره بگیری ناکام ماندی. میخوای به خاطر شکستت مرا ملامت کنی؟ بس از هر قسمه که باشه زفر دیگه خود نمیتونه از ما پنهان کنه. بالاخره یک روزه پیداش خود کردیم. کسایی را که دوست خود میگفتم و با حمایت همونا ای کار شروع کدم، حال همونا ما را تنها ماندن. بعد از ای باید خود ما غم خود بخوریم. فهمیدین چی گفتم؟ اگه قسمی که شما میگین پس نباید پولاد علمدار را غرض بگیریم. اگه او ما را به حال خود ما نمانه باز ما هم میفهمیم امرایش چی کنیم. کدام مشکل داری چطور؟ نه ما کدام مشکل ندارم، اما این کار اشتباس. ماموتی ما را راحت نمیمانه. من میفهم که کار چه قسم انجام بتم. ماموتی همیشه اونجا نمیباشه. میفهمی که انتقال چی وقت صورت میگیره؟ امشب. رئیس، تجارت انسان خو فرق نمیکنه، اما سازمان با تجارت اعضای بدن چی ارتباط داره؟ سازمان به خاطر پول هر کار میکنه. حتی زنها و دخترها رو به فروش میرسانن؟ پس تو رو بفروشن او را ها؟ باز شروع کردی؟ اونا رو در اروپا برده بدون رضایت اعضای بدنشان رو میگیرن. از کجا میفهمی اروپا میبرن؟ تو درباره این موضوع چی میفهمی؟ تو درباره سازمان چی میفهمی؟ ها؟ تو بسیار میفهمی ننو راقا. عبدالحی برو امرای نفر مورو گه بزن که چیزی میفهمه یا نه. ما فکر نمیکنم، اما شاید نشانی کدام رفیق شبته. درست است رئیس. رئیس، ما دوایل در تقیب او چار خانواده بودیم و حال سر کار ما با سازمان برخورده. هیچ قسم یک کار است. اگه نفهمی که در کدام را روان هستی، هرچقدر تلاش کنی بازم در جای اولت هستی. اگه کلان وجود نداشته باشه باز بیادران با هم می جنگن. اگه جنگ بود خون است، اگه خون بود مرگ است، اگه مرگ بود صلاح است، اگه صلاح بود پول است، اگه پول بود قدرت است، و در جایی که قدرت باشه دا اونجا جنگ هم است. مکان نوتان چطور است؟ مکان نو برای ما بسیار جای خوب است. تا یک مدت دا اونجا کار خود پیش میبریم، اما از یک دا بین مردم هستیم باید کم متوجه باشیم. چیز نمیشه، ما دا اون منطقه کلا گیرمش ناسم.
به خاطر بیوش کردن کسی را پیدا کردن نمیتونیم. چی را پیدا کردن نمیتونی دکتر؟ پولی که به خاطر داده میشه بسیار کم است. ما به خاطر کشتن نفر قدر پول نمیگیرم، اینا به خاطر یک بیوش کردن قدر پول میگیرن. اونا آدم ها را نمیکشن بلکه بیوش میکنن. با آن دیگه نمیتونی کار را به کسی دیگه یاد بدی؟ این خطر قبول کردن نمیتونیم، به خاطر که مریضای ما اشخاص مهم هستن. هر چی که میخواین بده دکتر، اما اگه اعصاب ما خراب کردن باز قصه یکیشان هم نیستم، راستان در تقدیرشان شلیک میکنم. ناز کسر کشیده نمیتونم. کدام گرده سالم پیدا کردی یا نه بی بی؟ ما این نفر بسیار به زحمت از اروپا آوردیم، این نفر به سازمان بسیار مهم است. یک نفر است که گرده خودم میته، کوشش دارم کور قانه بسازم اما بسیار مشکل است. اگه نشد باز چی میکنی؟ باز دیگه کسا پیدا میکنم. کم عجله کو دکتر، زود باش. گوش کو، تو تا یک مدت خود نشان نته، دوباره کارم فکر نکو. ای دکتر هرچی که میشه شوه، اما تو برم بسیار مهم هستی. قسمه که میفهمین هر چهار خانواده با دولت های مختلف روابط مخفیانه دارن و هر چیزی که او دولت ها بگوین امو کارا میکنن. اگه به شرف و کارای متفاوت انجام میتن پس باید مخالف یکی دیگان باشن، اما اینا دو دوری یک میز میشینن. در کنفرانس لوزان بسیار نفر ها با هم بودن اما کلشان در جریان جنگ بر علیه هم قرار گرفتن. فعلا اونا تمام چیزایی را که بعد دست میارن در بین هم تقسیم میکنن و خانواده پنجم هم اصلا نمیخواین. پس ما چی کنیم رئیس؟ ما فقط میخواییم که روابط اونا را از هم بپاشیم. چرا علی اسکری را فقط تاتار اغلو میخواست و دیگرهای شورا نمیخواستن؟ بخاطر که تاتار اغلو زمانی که اسکری را به دست می آورد باز میتونست کرنم و خواست خود بالایی سه خانواده دیگر بقبولانه و همچنان سی آیر مندار خود بسازن. موضوعی با من بس چطور؟ آزاربای اغلو میخواست که در کشور عرج و مرج ایجاد شود. از او خاطر در چند نقاط کشور بم جاسازی کرد. میخواست که شرایط نظام کشور خودش رقم بزنه. اما امی که باندای داخلی بین هم به جنگ پرداختن برنامه اونام بر هم خورد. اونا با گرفتاری بندر چی میکنن؟ تاتار اغلو با توصیه دوستای امریکایی خود میخواه که تمام بنادر را به دست خود بگیره و واردات و صادرات کشور خودش اداره کنه و بخواست خود مانع ارنوه انتقالات شوه و با دیگرها شطرنج بازی میکنه. همین قسم تمام اموالی که به ترکیه وارد و صادر میشه تحت اداره خود میگیره. قتل کتاب فروش با این مسائل چی رب داره؟ ظفر میخواید به دیگرها بگوید که من قدرت دارم و کس دیگه نمیتونه مانع کارم شوه و به مشتریای نو خود خوش آمدید میگه. دمی نزدیکی ها مشتریای بسیار زیاد پیدا خواهد کرد. پس مورو نفر کی است رئیس؟ پول که از شمال عراق میآید در ترکیه بسیار ارزش داره. ای پول کی میاره؟ کارا جادا مورو نفر اینا نیست، اما بعد از اینکه پولش را گرفتیم باعث شد که احساس ناامنی کنه. به خاطر که با مشکل روبرو نشن گفتن پول سازمان است. رئیس، شما بابا گفته بودین که مورو کار تجارتی کار جاداره پیش میبره، اما ای خود کار اعضای بدن نمی کنه. تجارت اعضای بدن مربوط خانواده کاچگارا نمیشه. اصل موضوع دم این نقطه است. مماتی اونا را مهاجرین میگن و تمام مهاجرین لاری های آزاربای اغلو به داخل کشور میارن و کارایش افراد ما رو تنظیم میکنه و کارای اعضای بدنم کاجگارا میکنه. از این ماجرین قربانی شده یکیشون از گوشتش، دگهش از شیرش و دگهش هم از پوستش فایده به دست میارن.
کارایشان بسیار وسیع است و مهاجرینی که به اینجا آورده میشن دوباره به اروپا فرستاده میشن و توسط سازمان مواد مخدر به فروش میرسن. در ضمن چیزایی را که از اینجا انتقال دادن میتونن با تشکیل دادن بعض اجتماعات مدنی انجام میتن و برای مهاجرین یک زندگی مرفه، پول بسیار و آزادی مذهبی برشان مهیا میسازد تا راحت زندگی کنن. از این کار تنها مهاجرین نه بلکه اشخاص بی خانمانی هستند که در این کشور برای خود یک نوع آید به دست میارن و این قسم افراد در کلیساها توسط مبلغین تربیه میشن. پس تو اونجای به همین خاطر درباره کتاب انجیل بحث میکن؟ به احتمال زیاد. رئیس هدف اونا چی است؟ پیشتر گفتم نه، قربانی. فعلا ترکیه با مسابقه یک قربانی است. یکی او را بر روی زمین خوابانده، یکی چشمش پس گرفته، یکی دیگه پایش محکم گرفته و یکی کارده به دست گرفته. پس ما چی کنیم رئیس؟ ما ماتی نشتر هستیم و نه گوسفند. گرگه هستیم که هیچ وقت قربانی نمیشه. مرو عملیات گرده را در کجا انجام میده؟ به خدا من همه فهم بیادر. تو مره میشناسی؟ نه بیادر. خوب است، آله میشناسی. نامم عبدالحی است. عملیات خانه در کجاست؟ نمی فهم بیادر. بچی از خانواده علی کدام خبر آمده یا نه؟ اطمان بسیار به تشویش هستن. مادرش قربانی شده. مادر بیچارهش مرده بود. خانوادهش معلوم نیست کجاست. شرم است. به انسانای این مملکت شرم است. مادر کلان شیر خو گرفته. باید استراحت کنه. بچگه که شیر ما خو گرفته. در جایش بخوابانش بچیم. نظیفه خانم دیگه این طرف ما نمیبینه. فقط طرف شما نه پدر، طرف ما هم نمیبینه. چطور خود کردیم؟ مجبور که پدر و بچه بشینیم و قصه کنیم. چرا قسم گرفته هستی؟ چطور گرفته نباشم پدر؟ ای تروستایه به شرفتنا با جان و خون مردم بازی نمی کنن پدر، بلکه هر جنایت علیه مردم ما مرتکب میشن. ای لعنتی ها تا چه وقت به ای کار خود ادامه خواد دادن؟
بچیم بالای کی قار شویم؟ به کی باید قار شویم؟ فقط کامل این کارا خود ما نیستیم؟ حق ترور رئیس چرا با وجود آمده؟ باید ای باره فکر کنیم. پس قدر جوان ها را که تربیه کده ایم چی شد؟ 80 سال است که ما اولاد تربیه میکنیم بچیم، جوان تربیه میکنیم، ما با اونا چی دادیم؟ اگه فکر میکنی که ما با اونا مادیات دادن نتانستیم، پس چرا قرآن دادن برشان یاد ندادیم؟ تنها موضوع مهمی است که ما با اونا انسان دوستی را یاد ندادیم. پدر اونا بی سواد نیستن، بلکه در بینشان زمایه با سواد است، دکتر ها است، حقوق دان ها است و جوان های بسیار فامیده وجود داره. تعلیم یک چیز دیگه است و تربیه یک چیز دیگه. البته انسان دوستی متفاوت از اردوی این از بچیم. در زمان سابق یک بادشاه به خاطر از بین بردن نارامی که در کشورش حکم فرما بود تمام قدرت خود به کار می انداخت و در نهایت شورشگرها را پیدا میکنه، کلشان اسلام میکنه و از بینشان یک بچه 13 ساله که پدرش اعدام شده بود جدا میکنه و تصمیم میگیره که او بچه را با اولادای خود یک جایی در قصر خود تعلیم و تربیه میکنه تا یک آدم صالح بار بیاید. اما وزیرای بادشاه اعتراض میکنن، با بادشاه میگن جناب سلطان اگر شما ایره تعلیم بتین فردا روز خون ریزی خواد شد، مثل پدرش سرکشی خواد کرد، براتون جنجال جور میشه و ادب این اولادایتان حتی به اتفاقی رو خواد داد. اما بادشاه با زبان بسیار نرم با وزیرای خود خطاب میکنه که من بالای پدری میکنم، از پدرش کده بیشتر برش خوبی میکنم، ما ایرا دوست می داشته باشم و ایا مرا دوست خواد داشت و کل انسان ها را دوست خواد داشت. بعد از گذشت زمان او بچه بزرگ میشه، یک انسان بسیار خوب میشه، حتی تا مقام وزارت میرسه و یک خدمتگزار خوب به کشور و مردم خود میشه. بچه می از یک تربیه بسیار خوب. بعد خوبه باید تشخیص بدیم و از بین بدی ها خوبی ها را جدا کنیم، بدی ها را باز به خوبی تبدیل کنیم. ده اصل دولت و دولت داری امیرم هیگن. خداوند بزرگ و مهربان است برای تمام مخلوقات خود.